سلام خدمت بینندگان مجموعه جوایز فارسی پرژن باز، با یک دیگر سمینارها در خدمت شما هستیم با میهمان عزیز جناب آقای علی سلیمی. آقای علی سلیمی ساکن مشهد هستند، متولد بهمن 57، خوشنویس هستند و کارشناس چاپ، شرکت در نمایشگاه های متفاوت و جمعی، طراح گرافیک. خیلی خوش آمدی جناب آقای علی سلیمی با موضوع مکتب کلهر و اهمیت سطر نویسی و کتابت در خدمتشون هستیم. بله، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و درود و سلام دارم به تمام بینندگان در سر تا سر این گیتی پهناور. سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جوایز فارسی که این موقعیت رو فراهم میکنه برای شما هنرمندان عزیز. ما گوش میدیم به موضوعی که قرار شما در موردش صحبت کنید، در مورد مکتب کلهر و اهمیت سطر نویسی و کتابت. بله، البته ابتدا چند جمله ای رو در باب خودم بگم که از 12 سالگی علاقمند به خط بودم. به شیوه میرزای کلهر خط نوشتم تا سال 98 که خوشنویسی رو جدیتر شروع کردم. خدمت اساتید متعددی بودم. سال 98 با استاد علی دربان رضوی کار کردم، یک سال خدمت ایشون بودم. برای خط دوم خدمت استاد حسین قائمی مشق خط سولز کردم. از اساتید دیگه هم بهره بردم، استاد الاساتید علی اکبر اسماعیلی قوشانی و استاد فرهاد شیرخانی، و البته کارهای مختلفی هم انجام دادم. دو تا نمایشگاه انفرادی در پیش دارم، کارهاش حاضر هست. کتابت روایات خیام و کتابت دیوان نیما یوشیج رو به تازگی شروع کردم، چند ماهی زمان میبره تا تکمیل بشه. اما بپردازیم به مسئله اصلی، مکتب کلهر. البته که اساتیدی که در واقع این سمینار رو مشاهده میکنن، این بنده حقیر رو باید ببخشن، صحبت هایی میشه در باب شیوه های مختلف خوشنویسی، بحث هایی شده، اختلاف نظرهایی هست، شاید اساتیدی مخالفت کنن. و حال این عرایز بنده رو بدید در واقع گفتای شاگرد بنده. لکن بس درباره مکاتب زیاد عنوان شده، مقالاتی نوشته شده، عرض به حضور شما که کتابهایی نوشته شده. یک چند سالی هستش که شاید 10 سال، شاید 15 سال، حالا کمتر بیشتر، خوشنویسان در واقع به سمت مکاتب دیگری روی آوردن، مخصوصا از دوره پهلوی به این سمت، پهلوی دوم به این سمت. غالبا دیده شده خوشنویسا از مکتب کلهر کارهای اساتید میرماد بزرگ رو دیدن، مشق نظری کردن. خوشنویسان بزرگی رو داریم که به شیوه میر مشق میکنن. اما صحبت اصلی اینجاست که تقریبا چند سالی هست به مکتب کلهر نقدهای غیر منصفانه ای میشه، البته نه خیلی، تعدادی از اساتید. شاید گفته شده که مثلا این شیوه صنعتی هست، و حتی من با یکی از اساتید که صحبت میکردم، ایشون مکتب میر مشق میکردن و صحبت ایشون بود که مکتب میر مکتب هنری هست و مکتب کلهر مکتب صنعتی. شاید بیشتر صحبت من امروز در باب همین موضوع و تکامل خط نستعلیق باشه. ببینید، اگر تاریخ خط رو نگاه کنیم، شاید گذری بندازم به تاریخ خط. مختصری تاریخ خط رو عرض کنم. خب در باب تاریخ خط زیاد صحبت شده. ما اگر بخوام خط نستعلیق رو فقط بحث کنیم، از قرن 8 اواخر دوره تیموری توسط میرعلی تبریزی بنیان گذاشته شد. خوشنویسانی بعد از او پیرو او بودند، سلطان علی مشهدی، میرعلی هروی تا زمان میر عماد که اوج هنر نستعلیق رو بسیاری در اون زمان میبینن. انقدر تأثیرش عمیق بود میر عماد که تا 300-350 سال بعد از خودش
این تأثیر گذاشت و خوشنویسان تنها مرجعشون خط میر و مکتب میرعماد. کمی پرداخت کرد خط نستعلیق رو تا زمان کلهور میرسه، تا زمان در واقع قاجار میرسه، صحبت هایم در واقع قاجار میکنم، و حالا میرزا غلام رضا اصفهانی، محمد کاظم تهرانی، اسدالله شیرازی، میرزا محمد رضای کلهور، شاگردان کلهور تا دوره معاصر. خب شیوه کلهور شیوه بود که الان بسیار از اساتید معتقدند که با چاپ سنگی وارد ایران شده، یعنی با چاپ سنگی ابداع شده و ابداعی بوده که مختص کلهور بوده. بنده کتابی رو در واقع در حال تألیف هست، دارم می نویسم، پژوهش دارم انجام میدم در باب همین مکتب کلهور و شیوه کلهور. ببینید اگر خطوط اساتید رو از اون زمانی که نستعلیق شکل گرفت، یعنی از اون زمانی که وضع شد تا الان، اگر حروف و شاکله کلمات رو ما کنار همدیگه بشینیم، کنار همدیگه بذاریم، حروف و کلمات و شاکله و مفردات و بالاخص ترکیب جمعتر و جمعتر و جمعتر میشن، مفردات اتصالات قویتر میشه، تیزی ها کمتر میشه. این چیزی نبوده که مختص به کلهور باشه، بگیم کلهور فقط این کار کرده دیگه، ما یه خطی مرزی بگذاریم بگیم قبل از کلهور اینجوری، بعد از کلهور اینجوری. شما قبل از کلهور که نگاه میکنیم در واقع یا هم عصر کلهور، میرزا غلام رضا اسمانی میبینیم خطوط رو اصفایی میکنم، اتصالات رو قویتر ادا میکنه میرزا غلام رضا اسمانی که چاپ نویس نبود، چون بحث قدرت اتصالات رو به چاپ نویسی نسبت میدم به لحاظ اون مرکب قیرمانند چاپ که این اتصالات درست ادا میشد. اگر به خطوط اساتید نگاه کنیم از میرعلی تبریزی تا الان، این اتفاقاتی که همه ما میدونیم و در مکتب کلهور اتفاق افتاده و تا الان میبینیم اتصالات درشتر، کشیده ها کوتاهتر، خط نستعلیق جمعتر، این اقتضای تکامل نستعلیق بوده که باعث اتفاق میفتده. ارتباط الان به چاپ سنگی نداره، این یه موضوع هستش. موضوع دیگه این هستش که بحث تکنولوژی هست در واقع در خط، مخصوصا در کتابت. ببینید نسل الان، یعنی نسل دهه 70 80 60، جذب خط شدن، مخصوصا از دهه 60 به این سمت تعداد خوشنویسان خیلی زیاد شده، اما نحوه نگرش به خط تغییر کرده. اونچه که اساتید بزرگ ما درش تاکید داشتن زیر پا گذاشته شده، حالا به بهانه های دیگه، رشد تکنولوژی، اینکه به خوشنویسان سفارش داده نمیشه. ما در گذشته کتاب های درسی رو در واقع کتابت میشد، کتاب های درسی دوره پهلوی، اول پهلوی دوم، کتاب های درسی رو نگاه کنیم، اینها در واقع به خوشنویسان سفارش داده میشد و خوشنویسان اینها را کتابت میکردن، خیلی فاخر و نفیس. یک علتش این میتونه باشه که الان از کتابت دور شدن، از سطح نویسی و کتابت در واقع خوشنویسان دور شدن. اینکه خود خوشنویسی و بالاخص که کتابت که سخت‌ترین قالب هست، در دانگ ریز اتفاق میفته، شاق و پرزحمت است، یعنی دیگه فرصت نمیکنه خوشنویس الان، چون باید حرفه دیگه هم دنبال کنه، شاید از راه خوشنویسی نتونه ارتزاق کنه. این کار پرزحمت و شاقی هستش و غالبا جذب هنرهای نوینی مثل نقاشی خط و خطوط تفننی میشن. البته داخل پرانتز هم عرض کنم که نقاشی خط رنگ درش جلوه بیشتری داره و رنگ جلوه فریبنده داره. عده کمی هستن از خوشنویسان که به هنر در واقع سنتی خوشنویسی، به شیوه کلاسیک، خوشنویسی کلاسیک وفادار موندن و اینها هستن که در واقع شاید میشه گفت جاودان باشن در تاریخ خط و خوشنویسی. خب تایپ و فونت هم کمک کرده، ولی زیبایی رو در ترکیب از بین برده. ما شاید از دهه 80 70، به این سمت از دهه 70 که رایانه مرسوم شد در ایران، رواج پیدا کرد، فونت های خوشنویسی هم که بعد از اون اومد،
و دیگه کسی سفارشی به خوشنویس نمیداد، چون فونت نستعلیق فونت خوشنویسی در واقع این کار رو انجام میداد بدون هزینه. و از این صحبت ها که بگذریم، بپردازیم به دوره قاجار که زیاد وقت هم گرفته نشه. دوره قاجار نقطه عطفی بود در هنر کشور، برعکس اون چیزی که خیلی افراد معتقدن که هنر در دوره قاجار ضعیف شد، مطلقا چنین چیزی نیست، مطلقا چنین چیزی نیست. فتحعلی‌شاه قاجار که شاه کشور بود، چون خوشنویس بود، دخترش هم حتی ام سلمه یکی از بزرگترین نسل نویسان کشور بود. ما خطوط تفننی، نقاشی خطها، خط گلزار، خط ناخونی، هنر قطائی، از به حضور شما که اینها رو، این خطوطی که جدیدن نوین ابداع شد، چون قاجار از ناصرالدین شاه بن سبع، از دوره ناصرالدین سبع حکومت مترقی بود و ترقی و مشروطه، یک علتش هم مشروطه بود و ترقی خواهی، بعد از جنگ های ایران و روس وارد ایران میشه، نسیمی از روشنفکری به سمت ایران میاد، چاپ سنگی میاد و سایر اتفاقاتی که همه ما میدونیم. اما تا زمان کلهر در واقع خوشنویسان مرجعشون همونطور که عرض کردم میرماد بزرگ بود، از روی خطوط نیل مشق میکردن. اما میبینیم اختلافهایی هست، اختلافات زیادی هست، مخصوصا در شیوه میرزا غلام رضا اصفهانی در سیامشقاشون میبینیم. حتی یک چلیپای من از میرزا غلام رضا دیدم که خیلی خیلی شبیه شیوه معاصر بود. این سیر تکامل نستعلیق رو میرسونه. حتی اگر میرماد بزرگ در سال 1024 قمری که ایشون رو به شهادت رسوندن، اگر شاید 10 سال دیرتر ایشون کشته میشد، شاید به همون چیزی میرسید که کلهر رسیده بود. یعنی اگر شما آثار میرماد رو در اواخر عمرش بررسی کنید، مخصوصا 1024 قمری، ایشون میبینیم که خطش داره جمعتر و ریزتر میشه و تیزی ها ازش گرفته میشه و اتصالات درشتر ادا شده. این تکامل خط نستعلیق رو میرسونه. چیزی نبودی که فقط کلهر این رو ابداع کرده باشه. در واقع کلهر بر شانه قولها سوار بوده، قولهایی مثل میرزا غلام رضا اصفهانی، مثل اسدالله شیرازی، مثل میرماد حسنی، مثل مالک دیلمی و غیره. در واقع کلهر در زمان خودش اومد خط رو یه پرداخت کمی انجام داد، پرداختی بیشتر آثاری که از کلهر جان مونده، مثل سفرنامه خراسان، مثل سفرنامه عراق ارجم، مثل روزنامه شرف و شرافت، غالبا میبینیم که کتابت هست و مخصوصا ابداعاتیشون در کتابت هست، ترکیب هایی که ایشون در کتابت وجود آوردن و کتابت رو به اوج کمال خودش رسوندن و دانگ و مرکز دانگ میزای کلهر هم همون کتابت است، با همون شیوه های سنتی خط. و میرماد در واقع خط رو یک صیقلی میده، چنانچه وقتی سیامشقای کلهر هم تعداد کمی که باقی مونده اگر نگاه کنیم، میبینیم که کلهر داره به یک چیزهایی میرسه. میبینیم نون رو 50 بار تکرار کرده، باز پایینش ته رو چندین بار تکرار کرده، یک برزخی در واقع، توی یک برزخی بوده کلهر بین شیوه قدیم و شیوه جدیدی که میخواسته ابداع کنه. در واقع تعدیل کننده کلهر، کلهر خط رو با توجه به اون چیزی که اساتید قدیم نوشتند، قسمت ها و دیتیل هایی رو از خطوط گذشتگان برداشته طبق سلیقه خودش و با توجه به زیبایی شناسی که خودش داشته، چون نابغه زیبایی شناسی بوده کلهر، اینها رو پرداخت کرده و به یک نحو احسن در آورده. ما بعد از کلهر هم میبینیم که در واقع شاگردانش راهش رو ادامه میدن، مثل ملک الخطاطی، مثل مرحوم خوشنویس برقانی، سید مرتضی خوشنویس برقانی یا برقانی میرخانی و غیر مستقیم عماد الکتاب در واقع ترویج پیدا کرد. عماد الکتاب هم در واقع ایشون شاگرد کلهر نبوده، ولی تأثیری که ایشون در مکتب کلهر گذاشته کمتر از خود تأثیری که بر روی مکتب کلهر گذاشته کمتر از خود کلهر نبوده، به لحاظ آثاری که از ایشون پیداست و ارادتی که ایشون به میزای کلهر داشته،
هم مرجع خط ایشون میر عماد بوده، چنانچه که از خطوط ایشون می‌بینیم در جوانی خیلی تاثیر گرفته از مکتب میر، و چه در سالهای پایانی عمرش می‌بینیم خط ایشون در واقع تاثیر زیادی از شیوه میرزای کلهر گرفته، چنانچه در سیاه مشقهای ایشون می‌بینیم. خب تا اوایل پهلوی، اواخر قاجار، در واقع ایشون شاگردان در سال 1115 مرحوم امادل کتاب فوت میشن، شاگردانشون دو تا شاگرد برجسته داشته امادل کتاب، مرحوم علی منظوری و مرحوم علی اکبر کاوه، که خیلی خیلی خط این بزرگ دو بزرگوار شبیه به استادشون امادل کتاب هست، ترویج میدن این خط رو و تا زبان معاصر میارن. البته از اون سمت هم شاگرد دیگه کلهر، سید مرتضی خوشنویس برهانی، خط و شیوه کلهر رو به دو فرزند بزرگ خودش استاد الاساتید سید حسن میرخانی و سید حسین میرخانی که هر دوی این بزرگواران به عقیده بنده خط رو به کمال خودش رسوندن. حتی این بزرگواران اعتقاد داشتن که امادالکتاب در زمان خط در زمان امادالکتاب، سیر خط در زمان امادالکتاب تکاملش در زمان خود مرحوم اماد تمام شده و بعد از اون خوشنویسان بایستی که از ایشون تبعیت کنند، از در واقع امادالکتاب تبعیت کنند، هرچند که خط خود این دو بزرگوارم در اوج خودش بود. این چند مطلب رو خواستم عرض بکنم و یکم درباره سطح موضوعات رو میخواستم عرض کنم و تکنیک هایی که در واقع تو حداقل از دوره پهلوی به این سمت، پهلوی اول به این سمت خیلی مرسوم شد، مخصوصا توسط استاد حسن میرخانی و شاگردان استاد حسن میرخانی. یکی تکنیک رنج نویسی هست، کمتر بهش پرداخته شده رنج نویسی، یعنی ما در خط اساتید میبینیم اگر شما در واقع خط رو دیتیل کنید، وارد جزئیاتش بشید، اگر لبه های خط شارپ باشه که این خط صاف هست، که اساتید امروزه خیلی تاکید دارن که شما صاف بنویسید، در صورتی که تو دوره معاصر تصمیم گرفته شد، یعنی ابداع شد در واقع رنج نویسی، لبه های خط با رنج ادا میشه. خب این خودش در واقع شیوه نوعی بود در خط، مثل سبک امپرسیونیسم در واقع در نقاشی. اتفاقاتی افتاد مثل استفاده از مرکب رقیق. استاد حسن میرخانی آثار بسیاری دارن که با مرکب رقیق نوشته شده، یعنی درصد آب بیشتر هست. اون هم یک شیوه است که خب از خیلی از اساتید میبینم ایراد میگیرن، میگن که این مرکب در واقع مناسب نیست. نه خیر، این یه تکنیک است، مثل این میمونه که شما تکنیک آب رنگ رو بخوای با رنگ روغن مقایسه کنی، اون یه بافتی داره، این بافت دیگه ای داره. این تکنیک ها شاید از تقریبا 100 سال گذشته تا الان، یا 80 سال گذشته، 50 سال گذشته تا الان، در واقع زمان استاد حسن میرخانی خیلی استفاده می شده، هم توسط خودشون، هم شاگردانشون، هم شاگردان مدل کتاب. این در واقع مطالبی بود که من میخواستم بگم که برای خود مکتب کلهر و اهمیت مکتب کلهر که این مقداری بی‌انصافانه قضاوت میشه. خود چاپ نویسی هم مقوله بلندی داره، چاپ نویسی چون خیلی ارتباط زیادی به خود مکتب کلهر داره، چون اولین آثار چاپ سنگی که با خط نستعلیق نوشته شد میرزای کلهر شروع کرد به نوشتن. خب قبل از اون توسط عباس میرزا به تبریز آورده شد چاپ سنگی، که خود چاپ سنگی هم یک هنری هست، یعنی خوشنویس که بماند با هم مرکب قیرمانند در واقع خط رو می‌نویسه، به چه سختی و مشقتی، تو مرکب کشیدگی نداره، کشیدگی خیلی سختی داره، صفحاتی رو کتابت میکنه، اون صفحات رو خیس میکنن، روی سنگ آهک میارن، مرکب به سنگ آهک منتقل میشه، اسید نیتریک اضافه میکنن روی سطح آهک، و اسید نیتریک اون قسمت هایی که مرکب نداره، جوهر چاپ نیست، به عمق 1 میلیمتر در واقع در خودش حل میکنه و اون خط ظهور پیدا میکنه. خط و خود چاپ سنگی هم شیوه چاپش خیلی مشکل بوده، من چاپ روی چاپ هنری میدونم تا چاپ صنعتی. اما در باب سطح نویسی
باید عرض کنم که خدمت شما اهمیت سطح نویسی اونقدر در واقع زیاد هستش که عرض به خدمت شما که سطح نویسی اونقدر مهم هستش که تمام قالب های ما در خوشنویسی هستشون سطح هست بلا استثناء. ما خوشنویسانی داشتیم مثل میرزا محمد کاظم تهرانی که قدرت قلم خودشون رو در سطح ارائه دادن. شما چلیپا رو هم که نگاه کنید از 4 سطر تشکیل شده، کتابت از 12 یا کمتر یا بیشتر تعدادی سطر تشکیل شده، حتی سیاهمشق رو که شما نگاه میکنید اون هم از تعدادی سطر، حالا چه سیاهمشق مورب چه دفتری، به حال از تعدادی سطر تشکیل شده. یعنی شما زمانی که ابتدای راه هستین در خوشنویسی از سطر به شما آموزش میدن و تا پایان زمان عمرتون این سطر رو نباید کنار بذارید. از شاید این بحث سطر نویسی تو خطوط دیگه هم در واقع تعصب زیادی درش دارن. شما نیا کنید در خط نسخ فارسی تعصب زیادی در سطر نویسی دارن. تو خط سولس شما زمانی که سولس کار میکنید شیوه شوقی رو مینویسید، ابتدای راه تا زمانی که حرفه‌ای بشید استاد فقط به شما سطر تاکید میکنه به نوشتن، اینقدر که در اقلام سته به سطر تاکید شده، به عادی نویسی تاکید شده، به قلم مشقی تاکید شده. ولی شاید یه 30-40 سالی هستش که خوشنویسا قلم مشقی و کتابت کنار گذاشتن، چون اصلا قلم کتابت، قدرت قلم به کتابت، بداهه نویسی در کتابت. والله خیلی از اساتید میگن متأسفانه با قلم جلی غلطگیری میکنن که این دیگه خیلی اشتباهه، چون غلطگیری حتما باید با قلم مشقی باشه، مخصوصا این قلم که در واقع از هنرجو میگیرن که ایراد قلم هم در واقع به هنرجو بگن ایراد قلم بود. پس این در واقع اهمیت کتابت رو اینجا بیشتر میخواستم عرض کنم خدمتون. در سطح هم ببینید ما سطح رو که مینویسیم بلا استثناء چه از زمان مکتب میر تا مکتب کلهر، ما توی بحث سطح نویسی یه خط زمینه ای رو داریم که این خط زمینه رو با مداد میکشیم، یه خط زمینه رو ترسیم میکنیم که موقعیت کلی خط تعیین بشه. الزام این نیستش که حروف رو بر روی خط زمینه سوار کنیم. چیزی که مهم هست کرسی حروف هست، چیزی که کلهر خیلی بیش تاکید داشت و براش خیلی زحمت کشید، هم کلهر و هم شاگردان کلهر و هم برادران میرخانی، در واقع کرسی حروف بود. یه کرسی حروفی در واقع میچیدن که ابتدای سطر شما ببینید یک حالت بیضوی شکل داره، در واقع وسطش سطر کمی پایین تر هستش، ابتدای سطر کمی بالاتر، انتهای سطر کمی بالاتر. معمولا مرسوم بود که چون سطر نویسی هم قواعد زیادی داره هم راز و رمزهای زیادی در سطر نویسی نهفته است، که ما ببینیم در خوشنویسان ابتدای سطر رو نقطه میذاشتن، انتهای سطر رو در واقع مطلبی رو مینوشتن، حالا یا تتمه فردا یا در واقع تحلیل شد یا مطالبی از این قبیل. ابتدا نقطه رو میذاشتن، این نقطه در واقع در سطر نویسی اهمیتش کم نیست. به قول سلطان علی مشهدی، کاتبا چون قلم تراشیدی، خاک بر پشت خامه مالیدی، آن قلم را به نقطه تجربه کن. ابتدای سطر رو نقطه میذاشتن. بشنو این حرف ز پیر کهن، از قلم نقطه چون درست آید، خوشنویسی کنی اگر شاید. و چون نقطه در هنرهای تجسمی اولین عنصر هست در هنرهای تجسمی، در نتیجه ابتدای سطر رو با نقطه شروع میکردن که مرکب هم تست بشه، قلمشون هم تست بشه، و بعد سطر رو شروع میکردن تا انتها و سطر رو وکیوم میکردن. یعنی ابتدا و انتهای سطر در واقع وکیوم میشده، انتهاش رو در واقع مطلبی مینوشتن، حالا یا اون سطر رو به کسی تقدیم میکردن و مینوشتن، یا تتمه، یا تتمه فردا، یا تحریر شد، یا قلمی شد و از این قبیل موضوعات. این در واقع در باب سطر نویسی بود. حتی اگر مکتب کلهر رو از دید نقطه نگاه کنیم، شما یک نقطه 5 دانگی رو در کنار یک نقطه 6 دانگی بگذارید و این رو ببرید به بزرگترین اساتید هنر تجسمی قرن نشون بدین، قطعا نقطه 5 دانگی رو تایید میکنه.
چون نقطه پنجتنگی بر اساس اصول در واقع زیبایی شناسی هست. لوگوی دانشگاه هنر اصفهان یک نقطه پنجتنگی هست، چون این نقطه میدونید که کاملا هندسی هست، یک گوشه اون یک گوشه نقطه پنجتنگی در واقع گرد هست. اینها مطالبی بود که باید عرض میکردم در باب مکتب کلهر. خیلی هم خلاصه وار گفتم، میخواستم وقتم گرفته نشه. ممنونم از شما. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما جناب آقای علی سلیمی. ما با موضوع مکتب کلهر و اهمیت سطر نویسی و کتابت جناب آقای علی سلیمی صحبت کردند و برای ما گفتن از اهمیت مکتب کلهر و چقدر اهمیت سطر نویسی و کتابت و چرا الان کمتر اهمیت میدن و یکی از علتاشو به هم گفتن دیگه کتاب های مدرسه ای و نمیارن که خوش نویسان کتابت کنن، سطر نویسی کنن یا خیلی از این کارهایی که در گذشته انجام میشده الان در واقع انجام نمیشه. خیلی از خوش نویسان رو آوردن به نقاشی خط، شاید به خاطر همون جذابیت رنگی که شما اشاره کردین. بعد از توضیحاتی که دادین در مورد این گفتین که به اون نقطه اشاره کردین و ارتباطش با زیباشناسی و اهمیتی که داره و استفاده هایی که میشه و در واقع یه قسمت هایی هم در مورد میرمات توضیح دادن، سیر تکامل نستعلیق رو برای ما گفتن و بسیار استفاده کردیم از مسئله شما. اگر باز صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم. نه تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم این وقت رو در اختیار من گذاشتین که چند جمله چند کلمه صحبت کنم. متشکرم. من شما متشکرم و از بینندگان جوایز فارسی پرژن بار تشکر میکنم. تا سمینارهای دیگر با ما همراه باشید.